بعد التحذيرات الأمريكية المستمرة للنظام الإيراني بعدم قمع المظاهرات التي تشهد أورين تلفزيون اپوزیسیون سوریه گزارشی از محکومیت‌های بین‌المللی علیه سرکوب تظاهرکنندگان در ایران پخش کرد و گفت اخیراً قطعنامه‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از تظاهرات مردم ایران تصویب شد. این قطعنامه نقض خطرناک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از دولت ترامپ خواست تا ناقضان حقوق بشر را مورد مجازات قرار دهد. منظمة العفو الدولية من جانبها طالبت إيران بالتحقيق في تقارير تحدثت عن وفاة 5 من معتقلين الاحتجاجات تعذيبا في سجونها. همزمان سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرد خواهان تحقیق در مورد مرگ 5 زندانی در زندانهای رژیم است که در زیر شکنجه جان باختند. أرحب بسيد محمد المدحجي الخبير في شأن الإيراني يحدثنا مباشرة من لندن. أهلا. آقای المدحجي، آیا ورود سازمان‌های حقوقی به این مسئله و صحبت از جان باختن زندانیان در زیر شکنجه تحول مهمی محسوب می‌شود؟ محمد المدحجي، کارشناس امور ایران. شیرت عن وضعیت او حالت حقوق الانسان فی ایران نرى انه هذه التقارير بقت على مستوى گزارش‌های حقوق بشری برگ فشاری بر روی رژیم ایران است. البته اپوزیسیون ایران خواستار فشار بیشتر است. البته این بار چیزی که تغییر کرده سیاست دولت آمریکا نسبت به پرونده ایران است. دونالد ترامپ تلاش می‌کند توافق اتمی با این رژیم را لغو کند یا اینکه از آن بیرون بیاید. به این دلیل بسیاری امیدوارند دولت آمریکا فشار واقعی به این رژیم بیاورد. روشن است که اقدامات آمریکا افزایش می‌یابد، نه تنها برای حمایت از حقوق بشر در ایران، بلکه برای فشار بر روی کل رژیم. و من هذا الرؤية يمكن أن نفسر أو نستقرئ بأنه الضغوط الأمريكية الحالية سترتقي إلى أفعال ليس لدعم حالة حقوق الإنسان في إيران، بل من أجل الضغط على النظام الإيراني. أنا أحاول أن أعطي توصيف دقيق وتحليلي وواقعي عن ما تفعله القوى العظمى وخاصة حاليا الولايات المتحدة.